رازهای دانش، برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. فرستاده گفت ای پسندیده مرد، سخنها ز دانش توان یاد کرد. تو گر این دگرگونه دانی بگوی، که از دانش افزون شود آبروی. ز هر دانشی چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. با عرض گرمترین سلام ها و درودها خدمت شنوندگان عزیز برنامه مرزهای دانش، علیرضا اکبری هستم و امروز افتخار اجرای برنامه مرزهای دانش رو به عهده دارم. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه ساعت 6 تا 7 از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی و با همکاری رادیوی KIRN 670 AM خدمت شما تقدیم میشه به منظور ارتقاء آگاهی و دانش شما هموطنان و همزبانان ارجمند از آخرین دستاوردهای رشته‌های مختلف دانش که با سرعت حیرت‌انگیزی در حال تغییره و نیز معرفی چهره‌های شاخص جامعه ایرانی برای اینکه جوانای ما سرمشق موفقیت رو در جلوی چشم داشته باشن. نوید برنامه بسیار خوبی رو خدمتتون دارم که مطمئنن به دانش شما خواهد افزود. در خدمت پژوهشگر برجسته و کارآفرین افتخار آفرین ایرانی جناب دکتر سپهر سرشار هستیم و قبل از اینکه صحبتمو با ایشون آغاز کنم، اجازه میخوام که یک شمه کوتاهی از گذشته و بیوگرافی علمی ایشون رو خدمت شما عرض کنم. دکتر سپهر سرشار در تهران متولد شد و در نوجوانی همراه خانواده به امریکا مهاجرت کردند. ایشون در سال 1989 مدرک کارشناسی شیمی و توأمن مدرک کارشناسی ریاضیات کاربردی رو از دانشگاه UCL دریافت کردند و برای ادامه تحصیلات عالی به دانشگاه معروف هاروارد رفتند. دکتر سرشار در 1994 دکترای خودشون رو در زمینه سینتتیک اورگانیک کیمستری و کریستالوگرافی اشعه اکس دریافت کردند. دو تحقیقات تز دکترای خود رو با همکاری و ارشاد استاد راهنمای خود پروفسور ای جی کوری، برنده جایزه نوبل شیمی هستند، به انجام رسانیدند. ایشون شروع کار حرفه‌ای خودشون رو به عنوان یک متخصص شیمی پزشکی در یک شرکت تازه تأسیس در سان دیگو آغاز کردند و تحقیقات ارزشمندی در زمینه شیمی کامبیناتوریال به انجام رسوندند. سپس در سال 1997 به شرکت معتبر فایزر پیوستند و در اونجا تحقیقات ارزنده خودشون رو در زمینه تولید داروهای جدید در زمینه مبارزه با سرطان ادامه دادند. از دکتر سپهر سرشار مقالات پژوهشی متعددی در مجلات معتبر علمی جهان منتشر شده. ایشون دارای بیش از 100 اختراع و پتنت در زمینه تخصصی خودشون هستند. دکتر سرشار شرکت آسپک فارماسوتیکال رو در سال 2001 تأسیس کردند. تخصص این شرکت در کاربرد جایگزینی دیوتریم که در شمول کارکرد مولکول‌های شناخته شده قرار می‌گیرند بود. هدف تحقیقات یافتن درمان‌های نوین با پتانسیل بالا برای بهبود پروفایل‌های ایمنی و کارایی داروهای جدید بود. این شرکت توسط تیوا فارماسوتیکال در سال 2015 به مبلغ 3.5 میلیارد دلار خریداری شد. در سال 2017 داروی معروف این شرکت به نام آستدو توسط FDA سازمان مدیریت داروی امریکا برای درمان کوریای مرتبط با هانتینگتن و نیز درمان تاردیو دیسکنیزیا و سندروم تورت تایید شد. دکتر سپهر سرشار در سال 2017 جایزه کیمستری اند بایوکیمستری آلومنای اوارد رو از دانشگاه UCLA دریافت کردند. این برنامه دومیه که در خدمت ایشون داریم. در برنامه اول
در ارتباط با مراحل مختلفی رو که برای تولید یک دارو احتیاج هست صحبتی کردیم و امروز مژده دارم که از ایشون یاد میگیریم درباره آخرین تحقیقات و روندهایی که در زمینه کاربرد نوین نانوتکنولوژی و شیوه های جدید در زمینه شیمی پزشکی و داروسازی هستش. جناب دکتر، عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی. بعد از روزتون بخیر دکتر اکبری، حال شما چطوره؟ تشکر میکنم، ممنونم که مجددا وقت عزیزتون رو در اختیار برنامه مرزهای دانش قرار دادید. خواهش میکنم. آقای دکتر، شما میخواد یه خلاصه ای از صحبت قبل رو در زمینه مراحل متعددی که دارو، چون برای من واقعا جالب بود برای کسانی که نشنیدن، این داروهایی که ما میریم تو داروخونه و از قفسه برمیداریم، از نطفه اولیه‌ای که ایده در ذهن دانشمندها شکل میگیره، اجرایی شدنش، تحقیق، توسعه گرفتن، تاییدیه و سرانجام تولید و غیره، مایل هستید یک کوتاه خلاصه‌ای در این زمینه این مرحله ها بفرمایید تا بریم روی تاپیک امروز؟ چند درصد هفته پیش اینطوری که خودتون گفتین راجع به داستان زندگی، اگه بخواین داستان زندگی یک دوا که از روزی که این دوا به دنیا میاد در لابراتوارهای آکادمیک و یا حتی در لابراتوارهای پژوهشی کارخانه‌های دواسازی پیدا میشه تا این که میرسه به دست بیماران در بازار، یک سلسله کارهایی باید انجام بشه بین این دوتا زمان که تقریبا میتونیم بگیم که مثل زندگی یک بچه میمونه. بچه به دنیا میاد و بعد از چند سالی میره به مدرسه و بعد از مدرسه دیپلم میگیره میره دانشگاه. کارهای دواسازی و یا پژوهش هایی که در این راه میشه معمولا طولشون همون تقریبا بین 12 تا 15 سال میشه، یعنی وقتی که موقعی میشه که یه بچه جوان میره به کلاس مثلا فرض کنین 10 یا 11 از روزی که یه دوا پیدا میشه یا اون ماده، البته روزی که این ماده پیدا میشه هنوز اسمش دوا نیست، بهش میگن کاندیدیت، کلینیکال کاندیدیت. این ماده باید یه مقدار روش کار بشه که دانشمندان که روی این کار میکنن بتونن بفهمن که آیا این ماده اشکالات سمی داره، یعنی میتونه ضرری داشته باشه برای بیماران، و یا آیا چی به راحتی این ماده وقتی که وارد بدن میشه از طریق یا دهن یا از طریق خون جذب میشه و مدتی که در خون یک بیمار میمونه چند وقته. تمام این جریان ها که روش کار میشه تقریبا بین 4 تا 5 سال، بعضی موقع شاید 6 سال طول بکشه، که در اون موقع شما باید یک اپلیکیشن رو بفرستین برای در امریکا برای FDA، و FDA بعد از مرور این اپلیکیشن به شما این اجازه رو میده که در یه گروه کوچیکی تقریبا 20 تا 30 نفر انسانهایی که مریض نیستن، یعنی انسانهایی که حالشون خوبه، روی اینا آزمایش بشه. آزمایشش هم خیلی راحته، یک دفعه یک دوسج خیلی مشخصی به اینا داده میشه، در عرض 24 ساعت 72 ساعت دنبال مقداری که این دوا در خون این انسان هست دنبالش میرن. بعد از این جریان وقتی که مطمئن شدن که ضرری نداره برای کسی و بعد از 72 ساعت این تمام این ماده از خون این انسانهایی که بیمار نیستن میاد بیرون، میتونیم بریم به مرحله 2. البته این فاز 1 بود. فاز 2 مربوط میشه به بیماران و یه گروهی تقریبا بین 50 تا 80 بیمار، شاید 2 تا 3 تا دوسج مختلف، یعنی فرض کنیم 5 میلی گرم، 20 میلی گرم، 30 میلی گرم به اینا داده میشه و بستگی داره به پروتکل این فاز. ممکنه که فرض کنیم مثلا برای آنتی بیوتیک تازه 2 هفته یا 3 هفته دنبال میشه، برای کسایی که فرض کنیم مرض قلبی دارن یا مرض سرطان دارن ممکنه که 2 سال یا 3 سال بعد دنبال بکنن.
بعد از این 2 سال یا 3 سال یا 2-3 هفته 2 مرتبه باید بریم برای FDA و اون ارقامی که بعد از تجزیه تحلیل تمام این کارها کردین رو به اونا نشون بدین. FDA تقریبا 6 ماه تا 8 ماه طول میکشه بعد به شما جواب میدن که شما اجازه دارین بریم به فاز 3. فاز 3 معمولا 3 تا کلینیکال ترایل مختلفه که میتونن بستگی داره بازم چه مریضی و چه بیماری دارین دنبالش میرین. بیماری هایی هستن که ممکنه تا 1000-1500 نفر شاید 2000 نفر باید توشون تو این کلینیکال ترایل باید بیان. تو مسئله اصلی هم مسئله استاتیستیکه، برای اینکه بعضی موقع فرق بین موقعی که یه دوا کار میکنه و یا کار نمیکنه خیلی کمه و به خاطر این باید مقدار بیمارها رو زیاد بکنن و بعضی موقع هم FDA نگرانه که شاید این دوا اگه که مثلا یه کسی باید این دوا رو دائما هر روز بخوره تا آخر عمرش ممکنه که اشکال سمی پیش بیاره در این بیمار. همین مجبور میکنن شرکت ها رو که مقدار بیمار ها رو زیاد بکنن. آی دکتر عزیز میخوام چون صحبت فنی شد، مدیر فنی برنامه در این لحظه من اشاره کردن که قسمت آگهی ها رسیده، که اجازه بفرمایید گوش کنیم و خدمتتون برگردیم. رادیو ایران 670 AM با صدها هزار شنوند. با عرض سلام مجدد به برنامه مرزهای دانش گوش فرا می دهید. در خدمت پژوهشگر برجسته و کارآفرین افتخار آفرین ایرانی جناب دکتر سپهر سرشار هستیم. آی دکتر ببخشید که صحبتتون قطع شد، اگر هنوز صحبتی باقی مونده خلاصه‌شو بفرمایید تا من برم روی سوالای اصلی برنامه امروز. خیلی کوتاه، ما رسیده بودیم به جایی که این فاز 3 تموم میشه. بعد از تموم شدن فاز 3 یک سال طول میکشه تا FDA جواب بده و بعد از اون دوا میرسه به مارکت به دست بیمارا. بفهمید. در صحبتی که با جناب عالی داشتیم و که هماهنگی داشته باشم که بدونم چه زمینه‌هایی از شما سوال کنم، چند تا به اصطلاح تاپیک مورد نظرتون رو که نگاه میکردم، یکی از مهمترینش که خیلی برام جالب بود این تحقیقات جدیدیه که دانشمندها روی چیزی اگه بتونیم بگیم بهش که معکوس کردن بیماری ها دارن کار میکنن، اون چیزی که ژن درمانی و وادار به سکوت کردن ژن ها هست. اجازه بدید صحبتمونو یا سوال اولمو در این زمینه که بسیار تحقیقات بدی و تازه ایست آغاز کنم که آقای دکتر سرشار چه خبره در این زمینه؟ این سوالتون اصلا خیلی سوال به جاییه، برای اینکه یکی از مهمترین کشفایی که در پزشکی و یا دواسازی شده در عرض شاید بگم 3-4 سال پیش این همین جریانی که شما میگین که خفیف کردن ژن هاست. البته این داستان بسیار پیچیده‌ایه و برمیگرده به تقریبا 30 سال پیش که اون موقع شروع شده بود روی این کارا، ولی متاسفانه به خاطر اینکه این کار انقدر مشکله و انقدر اتفاقاتی افتاده بود در این 30 سال پیش، هیچ کسی فکر نمیکرد که به هیچ موقع به جایی برسه. و کار مسئله اصلی اینم اینه که موقعی که شما میخوان یک ژن رو ساکتش بکنین، ماده‌ای که باید تزریق بشه و یا داده بشه به بیماران یه ماده بسیار پیچیده‌ایه و از نظر وزنی نسبت به یه قرص کوچیک که فرض کن مثلا آسپرین بگیم، که وزنش تقریبا 400 یونیته اگه بخوایم بگیم، اینا ماده‌ای هستن که وزنشون تقریبا 3000 یا 4000 یونیته، شاید هم بعضی موقع بیشتر. و هرچی که وزن یه دوا بالاتر بره از نظر یونیت، وارد کردن این دوا به بدن انسان مشکل تر میشه. دلیلش هم واسه اینه که بدن ما یک سلسله دفاعی داره که اجازه نمیده که ماده‌های بزرگ وارد بدن بشه، برای اینکه ماده‌های بزرگ بیشتر موقع باکتری و یا ویروس هستند. به خاطر همین این کار بسیار مشکلی بوده تا حالا، ولی با کمک یک گروه های بزرگ شیمیستای پزشکی تونستن که یک کلیدی پیدا بکنن و یک راهی پیدا بکنن که بتونن این مولکول های بزرگ رو وارد بدن بکنن. و حالا این مولکول ها چیکار میکنن؟
شما اگه یادتون میاد ما هفته پیش راجع به یک سلول صحبت کردیم و من اینو خیلی دو مرتبه خیلی کوتاه میگم. سلول رو میتونیم مثل یک کارخونه بهش نگاه بکنیم و توی این کارخونه یک کتابخونه مخصوصی هست که در اونجا تمام بلوپرینت ها و یا مذارت میخوام کلمه فارسی شو یارم رفته نقشه راه. بله، نقشه راه های این کارخونه هستن که اگه شما بخواین که این کارخونه رو بردارین و دو مرتبه در یه شهر دیگه بسازین، تنها کاری که باید بکنین اینه که برین و این کتاب ها رو و این نقشه ها رو بخونین، بدین دست یه مهندس و این کارخونه رو درست این همونو واسهتون درست میکنن. این اتاقی که و یا این کتابخونه‌ای که در این کارخونه وجود داره درست مثل هسته سلول هاست. در هسته سلول ها کروموزوم ها اونجا وجود دارن و کروموزوم ها همشون از یک مولکول بسیار بزرگی درست شدن که مولکول دی ان ای هست که همه میشناسن مولکول رو. مولکول دی ان ای یک کتابیه که با چهار حرف نوشته میشه و اگه که شما بخواید این حرفا رو فقط حتی بگیم که الف، ت، ژ و سین هست، با استفاده از این چهار تا حرف تمام ژن های بدن شما میشه نوشته بشه و هر سه تا هر سه حرفی که در این ژن هست، یعنی فرض کنید بگین که الف 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 و یا الف ت ژ، اینا هر کدومشون یک سمبل مخصوصی هستن برای یه ماده‌ای که به اسم امینو اسیده و امینو اسید یک حلقه اصلی یک زنجیریه که این زنجیره همشون پروتئینایی هستن که تو بدنتون هست. بدن همه انسان‌ها و حیوان‌ها هستن و البته در درخت‌ها و گل‌ها اینا هم وجود داره، ولی حالا ما فقط داریم حرف انسان‌ها رو می‌زنیم. موقعی که این زنجیر بزرگ که از حلقه‌های کوچیک امینو اسید به هم دیگه بافته میشه به وجود میاد، اینا هر کدوم از این پروتئین‌ها مثل یک دستگاه میمونن که یه کار مخصوصی باید بکنن. که فرض کنین شما اگه که مثلا در یک رستوران کار میکنین، یه دستگاه دارین که فقط ظرف میشوره. این دستگاه ظرفشویی میتونه در بدن انسان یک پروتئین باشه که کارش فقط ظرف شستن. در بدن شما هزاران و هزاران پروتئین مختلف هست که هر کدوم از این پروتئین‌ها یه کاری میکنه. اگه که احیانا در خوندن این کتاب ها که در کتابخونه هست، فرض کنید که یک نفر میره تو کتابخونه میخواد که اون کتابی رو برداره که توش نوشته چجوری این ماشین ظرفشویی رو باید درست بکنه و این کتاب رئیس کتابخونه این کتاب رو نمیده دست این مرد یا این زن، بهش میگه که این کتاب رو اجازه داری که برید اونجا فتوکپی بکنی و فتوکپیشو با خودت ببری بیرون توی خونت اون کار بکنی و به کتاب اصلی اجازه نداری دست بزنی. در عرض این فتوکپی کردن بعضی موقعا یک اشتباهاتی میشه که ممکنه که فرض کنید یک صفحه و یا یک خطش جا بیفته. اگه این اتفاق بیفته تمام این ریتم این کد امینو اسیدایی که در این ژن دی ان ای نوشته شده از به هم میخوره و باعث میشه که شاید 2 تا 3 تا و شاید 10 تا یا 20 تا از این امینو اسیدا اشتباهی به جای یکی دیگه برن سر جای اون. اتفاقی که میفته درست مثل اینه که شما وقتی که دارین یک دستگاه رو میسازین، یه پیچش رو یه جای مختلفی میذارین و ممکنه یه فنر توش نباشه. اگه که این اتفاق بیفته اون دستگاه نمیتونه کار بکنه یا کار شاید بکنه ولی کارشو درست نمیتونه بکنه. حالا ما چه جوری میتونیم که از این جلوگیری بکنیم؟ اون طوری که میتونیم از این جلوگیری بکنیم اینه که اون تیکه هایی که در این کتاب که فتوکپی شده و مهندس باید اونا رو بخونه، روی اونا رو ما باید روکش بکشیم. حالا چجوری میتونین روی این صفحه ها روکش بکشین؟ کاری که باید بکنین اینه که باید برگردین به دی ان ای اصلی و ببینین که اون کدی که اونجا نوشته شده بوده چی بوده. وقتی که اون کد رو بدونین چی بوده، درست یه کپی مصنوعی از اون کد توی لابراتوار میتونین درست بکنین و اونو تزریق بکنین به مریض. اتفاقی که میفته در بدن اینه، موقعی که دی ان ای میخواد فتوکپی بشه، دی ان ای 2 تا زنجیره، هر 2 تا زنجیر هم درست مثل هم میمونن و به هم دیگه پیچیدن واسه این که جلوگیری بکنه از این که این دی ان ای صدمه بخوره. موقع فتوکپی شدن دی ان ای این زنجیر از هم، بعد اون زنجیر رو باز بکنی و یه دستگاه مخصوصی میره اون وسط و اون تیکه اون زنجیری که
نشونه ماشین رخشوییه، اینو برمی‌داره و فتوکپی میکنه. وقتی که این دفترچه کوچیک فتوکپی شده از هسته سلول میاد بیرون، هزاران و هزار فتوکپی از این میاد بیرون و این دبایی که ما میفرستیم تو که درست ورچسب اون یکی در اون دفترچه است، این دبا این ژن رو و یا این دی ان ای کوچیک رو در اون محله مخصوصی که دور و بر هسته سلول هست پیدا میکنه و میچسبه بهش، و موقعی که بهش میچسبه اون موقع مهندسی که قراره که این دفترچه دومو بخونه نمیتونه بخونه، برای اینکه درست مثل فرض کنین این ریپورت آقای میلره که بعدشن ریدکتش کردن و یا یعنی بعضی جاهاش خط کشی کردن، درست این همون جریانه و اون مهندسی که میشینه سر میزش بخواد اینو بخونه نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین اون دستگاهی که قرار بوده که اشتباه درست بشه، اون تیکه‌ای که قرار بوده اشتباه درست بشه رو میتونین ازش جلوگیری بکنین. این جوابی بود در سوالی که شما کرده بودیم برای سکوت کردن ژن‌هایی که در بدن شاید مضر باشن. خب اون وقت من سوالم بعد از آگهی ها خدمتتون خواهد بود که چه کاربری در چه جاها داره، و اگر اجازه بفرمایید از معبر آگهی ها گذری بکنیم خدمتتون برگردیم. خواهش می‌کنم، بفرمایید. کورپریشن یا LLC دست های دانش، برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. با درود و سلام‌های مجدد خدمت جناب دکتر سپهر سرشار هستیم و در ارتباط با دستاوردهای جدید شیمی پزشکی و نیز رشته داروسازی که تحولات بسیار جالبی در اتفاق میفته از ایشون یاد میگرفتیم. آقای دکتر، معمولا من مهمون هایی که دارم عکس العمل جامعه رو از طریق همکاران، دوستان و شنوندگان از طریق یا تکس یا ایمیل میگیرم. در مورد هفته گذشته باید خدمتتون بگم که اولا از دانش شما، ثانیا از دو مطلب دیگه، قدرت تعلیم، قدرت معلم بودنتون تعریف کرده بودن و حالا چندین نفر از اشراف بسیار خوبتون به زبان فارسی با توجه به اینکه در سن نوجوانی تشریف آوردید، خواستم این را خدمتتون بگم قبل از اینکه صحبتمون رو ادامه بدیم. تبریک میگم بهشون. شما خیلی لطف دارین، مرسی، خیلی ممنونم. میدونین که من چون پسر هما سرشار هستم مجبورم که فارسی مو درست صحبت بکنم. بله، در یه خانواده فرهنگی وقتی آدم به دنیا بیاد بالاخره یه سری چیزا میاد باش دیگه. بله، آقای دکتر، در همین زمینه جین سایلنسینگ که صحبت کردیم، کاربردش مثلا در چه زمینه هایی میتونه اتفاق بیفته؟ بیشتر مریضی هایی که این نوع دواها به دردشون میخوره البته مریض های ژنتیک هستن اولیه، و من فکر کنم که بعد از اون شاید به سرطان هم بشه یه کاری کرد، ولی بیشتر اینا مریض های ژنتیک هستن که فرض کنین که در تمام دنیا شاید کمتر از هر کدومشون کمتر از شاید 200 یا 300 هزار نفر این مرض رو داشته باشن. این دوای اولی که FDA در امریکا قبول کرد که اینا اجازه بده که بیاد در بازار، یه دوایی از یه شرکت امریکایی که البته در بوستون هم هست به اسم النیلم، این و اسم این دواشون هست پتیسیرن، و استفاده این دوا برای جلوگیری از اینی که مقدار یک پروتئینی که به اسم امیلوید هست که شاید بعضی از شنوندگانتون اسم این پروتئین شنیده باشند، این پروتئین امیلوید الان سال هاست که میگن که اثر بدی داره در مغزهای بعضی از بیماران که آلزایمر میگیرن، ولی متاسفانه هنوز نتونستیم که ما کاری راجع به این جریان بکنیم. ولی این دوایی که این دوای پتیسیران که اومده الان در بازار برای یک مریضی دیگه است. این برای یه مریضیه که بیماری که این مقدار این امیلویدی که در خونشون زیاد میشه معمولا دور و بر سلول های مغزی نه، ولی البته یعنی سلول های ببخشید این کلمه فارسی شده مطبع بیارم، نرو سلز که
باعث میشه که بعضی از ارگانشون در بدنشون از کار بیفتن و با استفاده از این دوا میتونن این ژن رو ساکت بکنن که این پروتئین امیلوید در بدن این بیمارا زیادی ترشح نشه. ممنونم. بعضی از مریضای دیگه هم مثلا فرض کنید مریضی ماسلو دیستروفی یا مریضی هانتینگتون دیزیز یا بعضی از مریضی های کبدی هم هستن که دارن روش کار میکنن و من مطمئنم که چند شرکت هستن که روی کار سرطان هم دارن در این مرحله کار میکنن. آقای دکتر، سوال بعدی من در مورد کاربرد فناوری نانو که بر قسمت های مختلف علوم واقعا تحول ایجاد کرده، این کاربرد فناوری نانو در شیمی پزشکی و داروسازی چه کارهای جدیدی داره اتفاق میفته برای در استفاده از فناوری تولید ذرات میکرونی و چه آینده ای رو نوید میده؟ بله، این سوالتون هم درست خیلی بجاست. این علم نانوتکنولوژی یک قسمتی از پژوهش هایی که تقریبا 15 سال پیش، شاید بگم 15 سال پیش شروع شد و در مراحل مختلفی از نانوپارتیکل ها میتونین استفاده بکنید. در فیزیک و یا مهندسی خیلی دارن استفاده میکنن برای ساختن دستگاه های تازه و یا ترانزیستور های تازه. در پزشکی دارن سعی میکنن از این نانوپارتیکل ها استفاده بکنن برای رسوندن دوا به جاهای مخصوص بدن. حالا چجوری این کار رو میتونیم بکنیم؟ نانوپارتیکل ها معمولا بین 7 تا شاید 15 نانومتر هن که نانومتر یعنی یک میلیونیم متر. برای اینکه بدونین که اندازه ای که دارم میگم چقدر، یکی از موهای یک انسان تقریبا بین 20 تا 200 میکرومتر هستن که 1000 متر هستن. ببخشید، یک 1000 متر میشه 1 میلیمتر، میشه 1000 1 میلیمتر. بله. نانو پارتیکل ها 1000 برابر از این کوچکتر هستن، یعنی در قطر یک مو شما میتونین که تقریبا 1000 تا نانو پارتیکل داشته باشید. این نانو پارتیکل ها طوری که اینا رو درست میکنن مثل یک توپ میمونن که در روی این توپ ها دستگیرهای مختلف وجود داره که شما میتونید به این دستگیرهای چیزایی هر چی که دلتون میخواد میتونید وصل بکنید. و کاری که میکنن در آکادمیک و یا در شرکت های داروسازی اینه که یک نانو پارتیکل مخصوصی درست میکنن که بتونن بهش فرض کنین که یه پروتئینی بهش وصل بکنن یا یه انتیبادی بهش وصل بکنن که این مثل یه کلمه‌ای که میخوام استفاده بکنم مثل یک عکسیه که و یا مثل یه چسبیه که میتونه وقتی که وارد بدن بشه و یا وارد یه سلول بشه میتونه درست بره به اونجایی که باید بره بچسبه. و درست بغل این دستگیره یه دستگیره دیگه وجود داره که رو اون میتونن یه دوایی وصل بکنن که فرض کنیم برای سرطان میتونیم دوایی کیموتراپی باشه که دستگیره اول میره و سلولی که سرطان داره برای اینکه یه پروتئین مخصوصی و یه انتیبادی مخصوصی در روکش این سلول هست میره اونو پیدا میکنه میچسبه بهش و بعد این دوایی کیموتراپی رو صاف میرسونه به اون سلول که جایی که باید بره. حالا چرا این کار به درد میخوره؟ برای اینکه با استفاده کردن از این نانوپارتیکل‌ها شما میتونین دوای کیموتراپی که معمولاً دوای خیلی مضری هستن و سم هستن نباید سیستمیک به بدن بدین، یعنی که احتیاجی نیست که تزریق بکنین توی خون که توی تمام بدن پخش بشه و باعث بشه که مثلا فرض کنیم بیمار حالش به هم بخوره و یا موهاش بریزه و و و و و این نانوپارتیکل ها چون دوای کیموتراپی رو رو خودشون نگه میدارن و صاف میرن به اونجایی که باید برسن، این دوا درست میره به اون سلولی که باید بهش بخوره. واسه خاطر همین مقدار مسمومیتی که در بدن ایجاد میکنه خیلی خیلی کم تره. آقای دکتر، در زمینی با هم صحبتی که داشتیم یکی از چیزهای روش های جدیدی رو که برای تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر و پارکینسون صحبتی کردید، اگر اجازه بفرمایید
من اشاره یالان داشتم که آگهی ها رو گوش بکنیم بعد خدمتتون برگردیم این سوال ازتون داشته باشم. تشکر میکنم. استادان و پژوهشگران ایرانی، به بخش پایانی برنامه مرزهای دانش گوش فرا میدهید. در خدمت کارآفرین موفق و پژوهشگر برجسته ایرانی آقای دکتر سپهر سرشار هستیم. آقای دکتر، در صحبتی که با جناب عالی داشتم، صحبت از یک روش‌های جدیدی بود در زمینه تصویربرداری و تشخیص زودهنگام بیماری‌های مثل آلزایمر و پارکینسون که با استفاده از فرمودید یا آزمایش چشم اتفاق میفته، که برای من خیلی جالب بود. در این زمینه اگر لطف بفرمایید. بله، این داستان بسیار جالبیه و این شرکتی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم به اسم شرکت امیدسه. این یه شرکتی که اتفاقا یکی از پژوهشگران ایرانی خودمون، یه خانومی به اسم استلا صراف، این شرکت رو درست کرده و کاری که این شرکت میکنه اینه که با دادن یک دوای مخصوصی در چشم های کسانی که ممکنه پارکینسون و یا آلزایمر داشته باشند و یا در شروع این بیماری هستن، بتونن که بفهمن که آیا این جریان شروع شده یا نه. حالا چجوری این کارو میکنن؟ همینطوری که درست قبل از این صحبت کردیم راجع به این جریان سکوت کردن ژن ها، مریض هایی که یا آلزایمر دارن و یا پارکینسون دارن، در مغزشون یک پروتئین مخصوصی ترشح میشه به اسم بیتا امیلوید، که این بیتا امیلوید ها وقتی که به هم دیگه میچسبن یک پلاک های مخصوصی درست میکنن در مغز های این بیماران، که الان مدت هاست که پژوهشگران فکر میکنن که موقعی که این پلاک ها به وجود میان باعث میشه که این مریض ها یا آلزایمر بگیرن یا دیمنشا بگیرن و یا پارکینسونز بگیرن. موقعی که این بیتا امیلوید ها در مغز ترشح میشن، یک مقدار کوچیکشون در چشم های این بیماران شروع میکنن که رشد بکنن و با دادن این دوا شما میتونین که این مثل این که یک جوهر مخصوصی بزنین به این پلاک ها، که وقتی که یک دستگاه مخصوصی که استفاده میکنن که بهش میگن فلورسنس روی اینا منعکس میکنین، اینها رنگاشون عوض میشه یا سبز میشن یا قرمز میشن یا آبی میشن و میتونی اینا رو در چشمای این بیماران ببینی. البته این شرکت بسیار جوونیه، تقریبا 4 سالی که شروع شده و هنوز در فاز پژوهشی هستن، هنوز نرفتن به کلینیکال ترایل. آقای دکتر، در فرمایشتون تمام شد، ببخشید یا من شما رو قطع کردم؟ خواهش میکنم. نه بفهمید، درسته. بله، توی اخبار خیلی آدم میشنوه راجع به این که چگونه استفاده زیاد از آنتیبیوتیک ها باعث مقاوم سازی بین باکتری ها شده. من خب از یه طرف، از زمانی که مثلا اون فلمینگ برای اولین بار پنسیلین رو کشف کرد، حدود 90 سال میگذره. چه اتفاقی افتاده که با وجودی که خب خوبیاشو داشته، میلیون ها آدم از شر این بیماری ها رها شدن، اخیراً این همه آدم در اخبار میشنوه راجع به این که خطرات این که بعضی از باکتری ها دیگه جواب ممکنه ندن و مقاوم شده باشن؟ این مسئله مقاومت آنتیبیوتیک یک مسئله استاتیستیکه. شما وقتی که سلول های باکتری رو نگاه میکنه، اینا سلول هایی هستن که باکتری ها میدین که یک سلول بیشتر نیستن، مثل ویروس میمونن. البته ویروس و باکتری دوتا چیز مختلف هم، برای اینکه ویروس زنده نیست ولی باکتری هست. ولی باکتری یه سلوله که دائما رشد میکنه، یعنی بستگی داره که چه باکتری باشه، ولی در عرض مثلا یک ساعت ممکنه که صدها کپی از یک باکتری بتونین به وجود بیارین، از خود از یه دونه باکتری، یه سلول یک باکتری. به خاطر اینکه رشد این سلول‌های باکتری اینقدر زیاد هستن، ما دو مرتبه برمیگردیم به همون جریانی که اول صحبتمون شروع کردیم راجع به ساختن یک کارخونه که درست کپی یک کارخونه دیگه باشه در یک شهر دیگه.
شما کاری که باید بکنین اینه که باید دو مرتبه برین توی کتابخونه، تمام نه یه دونه و یا دو تا، تمام کتابخونه رو باید فتوکپی بکنین و فرض کنین که در عرض یک ساعت باید 100 بار تمام این کتابخونه رو فتوکپی بکنین. خب وقتی که اگه راجبش فکر بکنین، امکان این که این توی یک اشتباهی به وجود بیاد خیلی زیاده از نظر استاتیستیک. بله. و بعضی از این اشتباه ها به جایی نمیرسن، یعنی اون باکتری که این جناش جنای اشتباهی فتوکپی شده نمیتونه زندگی بکنه، ولی بعض موقع ها شاید مثلا 1 در بیلیون و یا 1 در 100 بیلیون یه دونه از این سلولای باکتری یه اتفاقی میفته که به انگلیسی بهش میگن میوتیشن، و این میوتیشن مثبتی میشه، یعنی اجازه میده که این باکتری وقتی که آنتیبیوتیک رو بهش تزریق میکنین بتونه زنده بمونه. و مسئله این جواب ندادن به آنتیبیوتیک همینه. و شما اگه که دائما دارین به همه مردم دنیا آنتیبیوتیک میدین و بدونین که این آنتیبیوتیک هایی که وقتی بیماران میخورن همش توی بدن نمیمونه، وقتی که شما ادرار میکنین ممکنه که 20% تا 80% این آنتیبیوتیک از بدنتون بیاد بیرون و میره توی فاضلاب و از فاضلاب میره توی اقیانوس و هنوز میمونه توی اقیانوس. یعنی ممکنه که دائما باکتریایی که توی دور و بر ما در طبیعت هستن هی دارن این آنتیبیوتیکا دارن بهشون روشون کار میکنن، و چون این مسئله فوتوکوپی کردن ژن ها هستن و ممکنه که شما فرض کنین 99.999% باکتری ها رو بکشین، ولی اون مقدار کوچیکی که میمونن و شروع میکنن رشد کردن، اینها دیگه این آنتیبیوتیک روشون کار نمیکنه. بله. آیا سوالتون جواب دادم؟ بله بله کاملا گرفتم. یعنی مثل کشتیگیرا فن بدل میزنن، یاد میگیرن که در اون چرخه باستولید اینا چگونه سروایف کنن و بدل بزنن. کاملا مثالتون درست. آقای دکتر، در 5 دقیقه آخر برنامه میخواستم راجع به یک صحبت دیگری که با هم داشتیم در زمینه الویو تکنولوژیز که فرمودید که در حال توسعه یک تراشه تشخیص فوق سری هست برای کمک به تشخیص بیماری‌های عفونی که با بزاق دهان در کمتر از 5 دقیقه است. این رو اگر محبت بفرمایید، با خیلی جالب بود صحبتتون، بفرمایید. شرکت الویو یه شرکت تازه‌ایه که تقریبا فکر کنم 3 سالی که شروع کردن به کار، و اینا کاری که دارن میکنن یه مایکروچیپ مخصوصی درست کردن که این مایکروچیپ بهشون اجازه میده که بتونن در عرض 3 تا 5 دقیقه هر نوع ویروس و یا باکتری که شما بخواید امتحان بکنید که ببینید آیا در خون و یا در توف یکی از مریض ها هست بتونن اینو پیدا کنن و به شما بگن که آیا اینو دارین یا ندارین. این دردسری که الان هست اینه که شما فرض کنید که اگه میریم پلو دکتر و دکتر بهتون میگه که خب شما ممکنه که نمیدونم یه باکتری بدجوری مثلا در خونتون باشه، ما بعد خونتون رو بگیریم بفرستیم لابراتوار، این ممکنه 24 ساعت طول بکشه که برگرده و ما بهتون بگیم که چه آنتیبیوتیکی باید بهتون بدیم یا ندیم. و یا فرض کنین که موقعی شما میرین خون میدین و در این بانک هایی که خون رو نگه میدارن فکر کنین که چند صدها هزارها میلیون ها سمپل خون هست که اینا باید واسه هر کدومشون یه امتحانی بکنن که ببینن آیا HIV داره، هپاتایتیس داره و یا سیفیلیس داره. مرض های مخصوصی هستن که از خون به خون میتونن انتقال بگیرن. و تمام این کارا گرونه. برای هر کدوم از این تستا شما باید 15 یا 20 دلار یا شاید 30 دلار بعد ما 100 دلار باید طول بدین. و فرض کنین که باید 10 تا تست روی هر سمپل خون بکنین که تو این بانک ها اصلا این چیز خیلی گرونی تموم میشه واسه همه ما، برای اینکه ما بالاخره تمام ما مریضا این که باید پول اینو بدیم. و این شرکت کاری که کرده با استفاده از تکنولوژی که بهش میگن PCR یعنی Polymerase Chain Reaction، این یک اختراعیه که تقریبا 40 سال پیش به وجود اومده بود و کاری که میکنن اینه که یعنی شما در لابراتوار میتونین DNA و یا ژن‌های مخصوص رو فتوکپی بکنین و امپلیفای بکنین که در عرض فرض کنین 3 ساعت یا 4 ساعت
بتونین از یک مولکول دی ان ای هزارها و هزارها کپی های مختلف بکنید. و کاری که این شرکت کرده اینه که مقدار زمانی که طول میکشه که این جریان پلیمر چین ریاکشن و یا پی سی آر رو انجام بدن از 3 تا 4 ساعت رسونده به 1 تا 2 دقیقه. و این کار رو به جای اینکه از یک لابراتوار بزرگ استفاده بکنن میتونن کار رو روی چیپ مخصوص بکنن. آی دکتر اینا که توضیح میدید دادم تصور میکنه که چه جهان زیبایی است و چه فرصت واقعا مغتنمی است زنده بودن در این شرایطی که سرعت تحولات علمی به این اندازه است که این تغییرات رو داره اتفاق بیفته و بتونن بشریت ازش استفاده کنن. من یک بار دیگه میخواستم از جناب علی تشکر کنم، ازتون بسیار آموختیم و امیدوارم در فرصت‌های دیگه هم این فرصت به ما بدید که در برنامه‌های دیگه هم در خدمتتون باشیم. بسیار بسیار ممنونم از محبت جناب علی. خواهش می‌کنم دکتر اکبری. من شاید فقط یک جمله بگم در آخر صحبتمون، اینی که ما ایرانی‌ها خودمون تاریخچه‌ای در دانش داریم که بسیار بسیار مهمه. یعنی شما اگه که برگردیم به 1000 سال پیش، 1300 سال پیش، ما از اون موقع دانشمندایی داشتیم که هنوز امروز کارهایی داریم میکنیم که روی پایه اونا ساخته شده. و اگه که جوانایی هستن که دارن الان به صحبت ما گوش میدن و میخوان که برن به دنبال دانش و یا مهندسی و یا کارهایی که برای جامعه کار خوب بکنن، من اونا رو تشویقشون میکنم که حتما دنبال این کار برن. درود به شما بشه، چه پیام بسیار به موقع و به جا و درستی رو دادید. برای شما و برای همه هموطنان و همزبانانی که به برنامه امروز گوش فرا دادن، تنی سالم و روحیه شاداب و دلی خوش و لبی خندان آرزو میکنم. خدا نگهدار. مرزهای دانش، برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. ثروت، اقتصاد.